سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی با شعار وحدت و همبستگی برای عدالت و صلح در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. در این نشست دو روزه بیش از 30 تن از سران دولت‌های کشورهای اسلامی شرکت دارند. انتظار می‌رود که موضوعاتی از جمله تروریسم و آخرین تحولات در سوریه، یمن و لیبی به بحث گذاشته شود. به جای انتظار برای نظامیان دیگر کشورها برای مداخله در وقایع تروریستی و دیگر بحران‌هایی که در کشورهای مسلمان به وقوع می‌پیوندد، باید خودمان راه حلی از طریق اتحاد اسلامی به دست آوریم. چوزمه kendimiz üretmeliyiz. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنرانی خود در این اجلاس گفت برای همه روشن است که نه عربستان مشکل ایران است و نه ایران مشکل عربستان. مشکل اصلی جهل، تعصب و خشونت ورزی است. یک استادیار دانشگاه گلشیم به یورونیوز میگوید باید اینجا یک دگرگونی شکل بگیرد. این فقط از طریق دموکراسی و رفاه بیشتر امکان پذیر است. جهان عرب روی منابع طبیعی نشسته. آنان منابع باور نکردنی نفت و گاز را در اختیار دارند، ولی چه کسانی مدیریت و پالایش آن را بر عهده دارند؟ چه کسی سیاست‌های انرژی را تعیین می‌کند؟ غرب، اگر وفاق نداشته باشید، مجبورید هر مشکلی را در جهان اسلام با معیارهای غرب حل و فصل کنید. sorunu batının çözme stratejileri üzerinden çözmek zorunda kalırsınız. این اجلاس در حالی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در استانبول برپا شد که ترکیه در ماه‌های اخیر حملاتی انتحاری را پشت سر گذاشته است. خبرنگار یورونیوز در استانبول گزارش می‌دهد گفتگوها در فضایی از خود انتقادی صورت گرفت. مقامات ایران و عربستان سعودی پشت یک میز نشستند و وزیر خارجه مصر در ترکیه بود. همه اینها نشان می‌دهد که جهان اسلام حداقل برای بازنگه داشتن باب گفتگو در تلاش است. یورونیوز استانبول